صحبت کی بود؟ من گفتم قبلیه. اوکی. سلام به شما همراهی عزیزم تو کانال یوتیوب من و ایمان، یوتیوب جداگانمون. قبل از هر چیزی لطفاً کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید و برای اینکه یوتیوب شما رو ربات نشازه و حذفتون نکنه، اگه میشه این ویدیومون رو یه لایک بکنید و کامنت بذارید. ترجیحاً اگه انگلیسی یا فینگلیش باشه خب امتیازش هم بیشتره. بسیار هم عالی. امروز ریاکت داریم از گروه خفن بلک پینک. بلک پینک Kill This Love MV. بله، ای که خیلی کار خفنی پیشنیدم هستش. آره. اول از هر چیزی چه حمایتی کردین؟ دمتون گرم. دمتون واقعا گرم. به قول خودمون خیلی خوندید. خیلی خوندید. دمتون واقعا گرم. چون حمایتتون خیلی خفن بود و خیلی به ما انرژی دادید، ما هم این تصمیم رو گرفتیم که برای شما ویدیوهای خیلی خفنی درست کنیم. علاوه بر اینکه بشینیم ریاکت کنیم و نکات موسیقی بگیم، بشینیم آهنگا رو کاور کنیم، بزنیم واسهتون، بخونیم، ده بسازیم. اورجینال در بیاریم. ده اورجینال بسازیم حتی واسهتون که این انرژی متقابله همیشه در جریان باشه. تیک کلامونم توی کارمون اینه که ریاکت ما موسیقیاییه. Musicians reacting to حالا. نه ولی جدا ریاکت ما موسیقیاییه و تحلیل آنالیز موسیقی میکنیمش. از هر نظر سعی میکنیم که نظر واقعی رو بدیم. نه که نظر علیکی بدیم، ولی نظر واقعیمون این که یه جایی واقعا اگر دوست نداشتیم اونجا میکنیم. نظر صادقانه موسیقیایی. آره صادقانه باشه. ما نه غیرتی روی گروهی داریم، نه غیرتی روی ژانری داریم، نه تعصبی روی مدلی داریم، هیچی، هیچ اتفاقی نیست. ما موسیقی رو میشناسیم، موسیقی رو گوش میدیم و تحلیلش میکنیم، همین. و علت این که ما بلک پینک رو الان واسه این ویدیو انتخاب کردیم این بودش که ما میشینیم کامنتاتون، پی اماتون تو یوتیوب، تو اینستا همه رو میخونیم و خب تعداد زیادی باز دمتون گرم کامنت اومده و ما نمیخواستیم که فقط به یه گروه و مثلا یه ژان گیر بدیم، واسه ما میخوایم تمام این گروه ها رو امتحان کنیم، خودمون به عنوان یه شنونده اول بتونیم همشون رو گوش کنیم، بشنویم و بعد دوباره برمیگردیم رو گروه های قبلی. ببینید چرا اینقدر خوبن. آره. چرا اینقدر بازدید دارن، چرا اینقدر تو ایران فن دارن و ما هم بتونیم که در سطحشون چه بسا تولید کنیم. آره خلاصه که هی پیشنهاد بدید، چون ما با پیشنهادای شما پیش میریم. Comment your پیشنهادز down there. پیشنهاد. خب این آهنگ به رسم همیشگی، این آهنگ بلک پینک اسمش Kill This Love MV. عددو بخون. آره 1,131,205,200 که الان میشه 201. 201 الان میشه. بریم دیگه نگاه کنیم چیز دیگه نگیم. چیز دیگه نداره دیگه. و اینکه بچه اگر یه چیزی ما نمیدونیم M-V اینو واسه ما کامنت کنید چیه. آره خیلی تو پی اماتون تو مثلا چیزا نوشته که برید ام وی های دیگر رو، نمیدونم حالا ام وی اسمشونه، سبکشونه، نمیدونم، اینو لطفا بهمون یاد بدید. بریم. من دارم میگم دنبال چیز میگردم تو گوشم. خدایا خیلی خوب باشه، خدایا خیلی خوب باشه، خدایا احتمالاً خیلی خوبه. و این فرست ریاکشن ها، ما اینو این گوش نکردیم. گوش نکردیم؟ نه اصلا هیچ، همشون فرست ریاکشن. آره کلا میگم بدونید. خب بریم. به نام خدا. آقا همین اول دکورشو با صدایی که دارید میشنوید و بسیار داره برس میزنه، شیپور، ساکس، فلان، برس سازای برنجیه کلا. برنجی؟ آره. حالا بهشون میگم همین بادی برنجی دیگه. برنج. حالا همین میگم برنج اصلا رایسه. چون ما هم گفتیم رایسه. خب اولو بزنیم از اولی دقیقه یا اولش اینو کن؟ کلا من چیزی که متوجه شدم اینه که توی موسیقی کی‌پاپ ویدیوهاشون خیلی تئوری پشتشه. اینو متوجه شدم از ریاکت محمد. من خیلی چیزی یاد گرفتم توی داستانش. بریم محمد اینو کنید ببینید. بریم. چقدر میکس این سازای بادیش خفنه. گوش کن یه بار دیگه. لقبشون بلک پینک توی آهنگ یا آهنگ ازش گوش کرده بودم که هاو لایک دات هاو لایک وایرال شده بود. آره نه اونم اولش میگه بلک پینک این یور ایریا. خب چیزشونه حتما دیگه، لقبشون شعارشونه. بعد ریتمش 3/4 به نظرت چجوری میشه؟ یه پیش میبکنیم مگه اینکه الان آهنگ بیفته یا شروع کنه 4/4 کنه. ولی اگرم این اتفاق بیفته قطعا تو پارت رپش اینا رپ دارن دیگه. رپ دارن. آره قطعا تو پارت رپش برمیگره به هم ریتم. آره نوستراداموس زمانتو بشناس. نه دفعه قبلی گفتی خوب پیش میکنم. آره خدایا مرسی که من رو اینجوری 808 ریتم ترپی 808 ترپی 808 هر کی بزنه من خوشم. اون صدا بیس، اون صدا این من خوشم. خیلی خوبه. فقط یه بار دیگه گوش کنیم ریتمشو. چون سگاتن های گوت تو نگ ما گاتن بای
should do tonight in better yan and price sick don't be on the test me for soft out the gas I can gum jung in the gay or a juggers had I yeah here I'm kicking it down get to the kangal job voice of us یا وای ان شاء الله آقا ملودی که اون زیر داش میزد و دقت کردین آره دم بم بعد تو خیلی اون زیر یه ملودی اصلی رو میزد یه ریز اون زیر فقط به یه سری از نوتا اشاره میکرد یه سری چیزایی که اینا میزنن 808 که میزنن همون بیس چقدر خوب میخونه این خانم اسمش میدونی چیه احیانا جایی که ننوشته نه نه نمیدونم ببین 808 بچه‌ها میدونی چیه اون صدای بیس که میزنه دقیقاً اینا 808 میدونی چیه بهش میگن شورت 808 808 شورت فارسی میگم شورت 80 ببین اینجوریه میخوام یه هم چیزیه خیلی حالت بد دم 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 نه کلا خیلی فلو داره و این حرکت این کارو خیلی انجام میدن کلا آقا من یه چیزی بگم تو کل رپرای خانوم آمریکایی و حالا کلا غربیا همشون یه صدا دارن دقت کرده باشی همه یه مش نیکی میناژن یعنی خب همه یه مش همه یه مش یعنی بجز این همینو می‌خواستم بگم مثلا کاردی بی و نیکی میناژ چون هر کدومشون نه همه اینجوری می‌خوان الان آره آره حالا شروع کننده این ژانر کی بود و این تیکه چی بود نمیدونم حالا کی بود دقیقا مطمئن نیستم باید برام چک کنم ولی خب همشون من همیشه وقتی یه رپر خانم آمریکایی نگاه می‌کردم گفتم ای بابا اینم که باز نیکی میناژ این صداشون شکلی نیست ایگی ازالیا فرق داشت ایگی هم باز همون استایل بود صدا شاید زر تونش متفاوت بود ولی استایل همون بود ولی صداش خیلی فرق داره این خیلی اصلا کلن عوض شد اصلا ریتم عوض شد آقا اتفاق نادریه وسط آهنگ ریتم عوض شد تو همه آهنگای این اتفاق من توی آهنگای توی حداقل 3 سال اخیر 4 سال اخیر که اصلا نشیده خیلی اتفاق نادریه یعنی یکی اینکه تمپوی آهنگ عوض شد اتفاق نادریه یعنی سرعت آهنگ نایف پارتی ریتم عوض می‌کردش یه 6 و 8 دابسته بود من خیلی گوش می‌کردم اولش دابسته بیا زیاد می‌کنه آره پاپه میوسط اون تیکاشو می‌ذارم دن 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 بعد آره همینگاه یه 3-4 بودش عوضش کردش که میگه عقبتر خیلی باحالن پاپن ها ولی المان های تمام ژانر رو تو موسیقیشون دارن به خاطر اینکه ملودی ها خیلی خاصه و رپ هم داره رپ خیلی دست دادن باز میذاره بزنیم اقا دقیقا گراند پیانو هم داره میزنه دقیقا زد ضرب هم داره میزنه اگه ضرب این باشه باری که هم من احساس میکنم یه ضربه بزنیم اقا با دقت اینجا روش کنم باری بای بای من خیلی دوست دارم من ببین ایمان میدونه من قسمتی که موزیک میفته من یه چرا یه موقعی بریدنی دوست داشتم خیلی زیاد آفرین بخاطر اینکه اینجوریه دراپاش عین بریدنی داره بریدنی کرد آهنگای قدیمیش یهو میافتاد با یه حرکات خیلی باحال و درامز ریز و اینا میزدش و پرکاشن باحال میبرد یه جایی که انتظار نداری و چقدر هم همشون از لحاظ بصری زیبان خب خدایی بذار بشه من یه آکوردشو میخوام ذهنی بگم بذار خب یه گیتار بردم نه بذار حدسی بگم حالا بگم بگم یاره ما همیشه اینجا رمینور رمینور خب خوبه میگه نه 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 سول مینور با سول شروع میشه نه 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 با سی جا با سی بمول شروع میشه نه 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 رمینور نه نه بعد فا نه 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 بعد دو آره دقیقا آره بزن نه 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 ای به همین این الان آکورد اینجا شد بیا میذاری گوش کنم نه 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 ن
ضربت باشه دیدی من یکی نیستش. آره خب خلاصه بزن بزن بزن. این کادر رو میذاری من سری قبل فهمیدم دستم معمول نمیشه. سی بمول سی بمول سول مینور سول مینور ری مینور ری مینور فا دو. حالا تا حالا دقیق دقیقش دیگه. آره بعدا که رفتیم اگه خیلی دوست داشتید اگه هی گفتی تو رو خود اینم کار اگه گفتی کاور کن رفتیم اینم کار کردیم دیگه دقیقشو میزنیم. و اینکه من عاشق اینم آکورد دوم همیشه سول مینور باشه. دریای خودمون دریای خودمون دقیقا رمینور سول مینور. آره رمینور شروع میکنیم با سی بمول شروع کرده فرمشینه بریم. آره چه وکالی داره میره؟ داره گریه میره. اصلا انتظار اینا داشتم. اصلا انتظار اینا نداشتم. چرا اینجوری شد؟ I'm done. بایست ببینم. بزن قبلش. اصلا چقدر خفن داره گریه میکنه. حکی تو دیدید با عصبانیت داره خوش خوش میکشه. آره دیگه با عصبانیت پشت ماشین داره حرکت با سرعت زیاد گریه میکنه. اسمش Kill This Love. آره دیگه ببین خیلی این کارو دوست دارم. 808 داره میزنه براسا داره میزنه میگه اگر end this love احتمالاً یا حالا خودش رو میکشه. نه نه تو لیریکسش همش اگر end this love. بریم ساب تایتل انگلیسی اون زیره. گیت شده اینا. ببین گیت وایس رو دیگم سینته هر نوتش یه مقدار کوتاه‌تره. ببین خون نه کوچیک نشده. مثلا اگه این نوت ها باشه به هم نمیرسه. یه ذره کوتاه اینجوری داره میشه گیت شده دیگه. اصطلاحش حالا اصطلاح موسیقیه ولی خب دوستش هم بگم ببخشید. من فکر کنم تا اینجای آهنگ چهار تا تم شده داره. یه سه تا سه تا یا چهار تا یه سه چهارم داشتیم. سه چهارم اول داشتیم بعد رپ اومدش بعد آهنگ افتادش یه تیکه اومدش کورسه. بعد یه دونه قبل پری کورس شدش. نه سه چهار تم کل سه تا تم کلی شد. آره ولی اینجا رو دوباره همون تکرار برای کار باحالی که انجام میدن اینه که برای هر پارتشون کلا یه تم متفاوتی از موسیقی هم استفاده میکنن. آره این که ما توی ریاکت بی تی اس و مانسترین هم گفتیم دقیقاً. آره. که همشون همه آره. کسایی تو کی‌پاپن پر تمن اهمیت میدن به اینکه موزیک لوپ نباشه. اصلا لوپ نیست. خیلی اهمیت میدن. به من دوالیپا اینا که ریاکت کرده بودم اونا لوپ اونا فیکس لوپن چهار آکوردن. آره ولی اینا خیلی اهمیت میدن که هر پارتش بستگی حالا به اون حرفی که داره میزنه به اون مفهومش به اون کاری که داره میکنه یه تم منحصرن داشته باشه. بریم وای ملودی چیزی که دستش بود نسونه شانس و لاکه ها میدونی که حالا من ببین متی دارم یه کار گوش میدم کاره خوب باشه من اصلا تقریبا نابینام شدم. خیلی خوبه نوته میزنه سوای سوای خیلی نوته خوبه خیلی دوستش دارم. بلک پینک تنها گوریه که دو کلمه انگلیسی میکنه دو کلمه کره. ببین خب این کلماتشون حالا که تو بلندش من کاری ندارم دو کلمه انگلیسی دو کلمه فارسی فارسی بخون طرف فارسی بخون خونده کلس لاب میخوام برم خونه بابام خونه بابام چرا برنه جدی که یعنی انگلیسی و چیزشون با هم قاطیه. ما تو ایران نداریم اصلا یه هم چیزی. نه نه ما فول فارسیم شنیدم تو ایران نداریم یه هم چیزی. Are you like that؟ بریم لوکیشن چیز Yeah.
لوکیشن و کل شد پاز خوبی زدن، چه عکس خوبی شد این آره. پروفایلش چی میخواستم بگم یادم رفت، اینو دیدم قیافش رو دیدم من هرچی فکر کردم یادم آه کلن فکر کنم این گروه بلک پینک تم کورساشون از این مدل هاست که توی حالا اینستاگرام و این چیزا همش وایرال میشه روش آهنگ میسازن، چون اون یکی آهنگش هم که تو اینستا خیلی زیاد دیده هیو لک ده اونم من اصلا نمیدونستم خواننده این گروه، یعنی خواننده اون آهنگ گروه بلک پینک اصلا این آهنگو نمیشناختم، ولی انقدر تو اینستا من اول با که گوش کردم از این گفتم من حفظ بودم اول چون گفتم باش خونده گفتم هیو لک ده، فکر کنم کلا از سری گروه هایی هستن که مثل اینکه پارت کورسشون خیلی وایرال میشه، خیلی وایرال میشه و اینکه ویدیو خورش ملسه ویدیوهاشون هم خیلی چی میگن مفهومیه کاملا پرخرش. الان وسط یه دونه تله گوندن، تله خرسه چی؟ چیز کیتی پری موزیک اون جنگل رورش یکی از پرخرج ترین موزیک ویدیوی اون سال شد دیگه، توی 10 تا موزیک ویدیوی بازدید بالای یوتیوب هم هستش، آره نزدیک 4 میلیون بازدید زیاد داشت، همین که پرخرج ترین موزیک ویدیو بود، من فکر کنم 50% اینم خرجش نشده اون. ببین خیلی خرجش شده، خیلی خفنه، بریم صدای یه صدای لید بودش این صدایی که تو دقیقا میترسی، تنها صدایی که تو زندگی میترسم موجودات فضایی خیلی بزرگ یا پنجره وا کنی ببین اون بالا یا این ایلین نشونه تو نشون بده الان چیشو نشون بده آها موجود آره و خیلی آروم پاهاش اینجوری چنده این دقیقا همین و این صدا داره پخش میشه تو جهان دقیقا همین صدا بعد ببین این معنی یه دونه پاساژ زد پاساژ با براس زد دون 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 برگشت یه برگشت به اون پارت اول براس های اول آهنگ ارتشی ریتم ارتشی مارش نظامی آقا همه جا مارش نظامی میگم به خود بچه اصلا کلمه انگلیسی نیست ارتشی ما ها بیشتر میشناسیم ریتم ارتشی که اکتش هم میان و لباساشون هم همون بود و چرا گفتم غمگین شدم تمام شد بابا اینا انگاشو خیلی کمه فکر کنم هم وکال بود هم سینت بود همه چی بود دیگه اینقدر پر بود آقا یه نکته من فکر کنم از اول ویدیو تالو نگفتم که اینا هر چهارتاشون چقدر لحاظ وکالی قوی هم خیلی یه نفرشون رپره ولی میخوند غیر رپ میخوندش و خیلی قویان خیلی قویان خیلی ببین کلا نسلی آها من اینو دیروز فهمیدم مثلا کلا موسیقی کی‌پاپ حالا اگه اشتباه میگم بعدا شما تصحیحش کنید دیگه مثلا کلا موسیقی کی‌پاپ 4 تا نسل داره میتونه هدفون رو در بیاره مثلا کلا موسیقی کی‌پاپ 4 تا نسل داره مثلا نسل اولش توی یه ژانری کار میکرد نسل دوم شنیدم که این اکسو بلک پینک و بی‌تی‌اس و اینا نسل 3 4 کیه نمیدونم هنوز اونقدر بلد نیستم احتمالا ما این به امید خدا نسل سن و مثلا این ژانر موزیک پاپی که دارن کار میکنن مثل اینکه قبلا نسل 2 خیلی سمفونیک تر بوده الان یه ذره پاپ تر شدن و کلا مثلا به سمت موسیقی جهانی شدن من اینو خیلی هستم این نسل فوق العاده فوق العاده به روز خفن درست و اهمیت میده خیلی به گوش شنوندهشون به هوش شنوندهشون به حرفایی که میزنن به ویدیویی که دارن درست میکنن ما پیشنهاد میکنیم که بچه ها واسه اینکه کار قوی گوش کنی بازش نمیکنم مثلا رو بازش نکن بازش نمیکنم مثلا رو موسیقی کی‌پاپ رو پیشنهاد میکنیم گوش کنید آره. گوش خودت واسه گوشتون ارزش قائل بشین هر چیزی رو گوش نکنید کاری نداره موسیقی مال کجاست واسه گوشتون ارزش تمام موسیقی های خوب باید گوش بدید حالا میخواد کره ای باشه میخواد ما 3-4 تا گوش کردیم 3-4 تا گوش کردیم از کره و به نظر من موزیکشون از 100 صد تنظیم حالا من نمیدونم تنظیمشون کی میزنه هیچ اسمی از پرودوس نمینویسن میتونی بدون پرودوسر آره اینجا که فعلا ننویسن ولی خب تنظیم و میکس و مسترات میکس و مستر وحشتناک صدا همه تفکیک درست بعد خب کره بعد میخوام ببینم چون ما الان
یه کار دو نفری مثلا می‌خوایم بزنیم خیلی سخته. اینا 9 نفری مثلا تو این کار نمیسن، تو گروه دیگه 9 نفر رو قشنگ تفکیک صدایی میکنن، خیلی خوشگل و واضح، انگار اینجا طرف داره اینجا واسمو میخونه، اینجا میدن بهم. ببینید از لحاظ پرودوسری کار فوق العاده قویه. و بعد اینکه ما یکی دو تا ویدیو اول گذاشتیم، شما گفتید اینا اتفاقا شعراشون خیلی مهمه و فلسفه دارن و از خانواده و عشق و همکاری و امید و اینا صحبت میکنن، من رفتم دوباره لیریکس رو نگاه کردم و دیدم چقدر اهمیت میدن به لیریکس. سر بچه ها درد نریم، خیلی خفن بود. حتما گروه های دیگه، این که آره میره تو پلیلیست، حتما گروه های دیگه آهنگ های دیگه رو به ما پیشنهاد بدید. توی یوتیوب حالا کامنت میذارید، توی اینستا میذارید، پی ام میدید، comment your پیشنهاد down below, که ما سراغ همه چی بریم، چیزهای مختلف گوش کنیم، کارهای متفاوتی میخوایم ارائه کنیم، همه چیزهای مختلف. آره، معطوف فقط میخواد موسیقی مغول باشه، ویتنام باشه، کیپاپ باشه، ایران باشه. اتفاقا مغول خیلی اصلا بشینیم کار کنیم. خیلی مغول رو باید گوش کنید، به خدا خبر ندارید. من یکی دوبار گوش کردم. خب لطفا من باید بگم همیشه اینو. خب یه بار تو بگو لطفا کانال سابسکرایب ما رو اینم بذار، اینم الان خوند باید بذاری. لطفا کانال یوتیوب تک تک ما رو سابسکرایب کنید. ایمان توسلی، آیدین توسلی، اون زنگوله بغل رو بزنید، این ولی زنگوله بغل رو بزنید، واسه ما لایک کنید پستامون و ویدیومون رو، کامنت برام بذارید، کامنتتون ترجیحاً فینگلیش یا فینگلیش همون فارسی انگلیسی میدونم نه انگلیسی باشه. و حتما نیاز واسه یوتیوب ما، به خاطر اینکه شما ربات نشستی یوتیوب و حضرتون نکنه. ما خیلی کاری گروه لذت بردیم، من یکی از کاراشون قبلا من ایمان گوش کرده بودیم و این کار هم به شدت به من حال داد. میره تو پلیلیست. چیزی که اهمیت داره خود موسیقی، خود موسیقی و بی نهایت تو کی‌پاپ من دارم صد میگیرم ازشون. آره فوق العاده، من قشنگ دارم صد فوق العاده. دمتون گرم، اینم خیلی به من حال داد، منتظر ریاکت و موزیک های خفنمون باشین. آره. یه سری ایده با ایشون داریم، یه سری ایده با ایشون داریم. فقط ریاکت بهتون نمیدیم، یه چیزایی میدیم حال کنید. دیگه دادیم دیگه، یکی دیگه. دمتون گرم، یه دونه این، خدا نگهدار. خیلی چکریم.